او ډیره ښه معلوماتي بسته وه د دې په اړه چې موږ په خزان کې یا هم د ژمي په فصل کې له کومو میوو څخه ګټه پورته کړو تر څو زموږ د وجود مقاومت پورته شي، او هیله لرم چې ستاسو په ګټه به هم تمامه شوې وي. د خپرونې په دې برخه کې له ځان سره قدرمن میلمه لرو، استاد امان الله احمدی له موږ سره په خپرونه کې دی، او نن هم د یوې ډېرې جالبې او مهمې موضوع په اړه به موږ ته معلومات راکوي. و موضوع امروزی برنامه ما هم هست جن، ای که جن چی است، آیا با واقعا جن موجود هست، از کدام جنس می باشد، چگونه انسان ها را می گیره، در کجا زندگی می کنه. در مورد همه این موارد استاد معلومات خواهد داد. استاد خوش آمدن، صبحتان بخیر. تشکر، زنده باشین. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم با لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار خوش آمدین استاد. امروز هم موضوع هم جالب است هم بسیار مهم است که جن زمان که مینام شما مشتمیم یک رقم ترس وجود ما میاید. اول بر ما بگوین که جن خودش چی است؟ چرا نامش جن است؟ صحبتای خدا به بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنیم، چون نمی خود بسم الله حجاب از بین انسان و جن، مثل که در حدیث آمده و از جمله دعاهای مسنون است که انسان وقتی که لباسهای خود دور میکنه قبل از او باید بسم الله بگویه، یا قبل از اینکه انسان به خلا میره که باز انشاءالله شاید شما در ضمن سوالاتتان این سوال هم باشه که جن در کجا میباشه، قبل از اینکه انسان به خلا میره باز اعوذ بالله اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث میخوانه. خب به هر صورت جن چرا مسما شده به این نام، وجه تسمیش علما میگن جن چون چیز مستور و مخفی را جن میگن. اینا جن هم به خاطر مسما شده به جن به خاطر که ما نمیبینیم جنه. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. قرآن برای ما شما بیان میکنه که اینه یراکم درباره ابلیس وقتی که صحبت میشه، ابلیس شما را میبینه و ذریهش شما را میبینه لیکن شما نمیبینین آن را. پس به می خاطر چون جن ما نمیبینیم جن، یعنی وجه تسمیش همی است که جن میگه. خب استاد وجودش در قرآن و حدیث ثابت شده، در مورد وجودش بر ما معلومات بدین. بله دقیقا، یکی از ارکان ایمان، ایمان به غیب است. و شما وقتی که قرآن کریم ورق میزنیم میبینیم که در سوره مبارکه بقره، در اوایل سوره بقره از صفات متقیان بیان میشه کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب. اولین صفاتشون که ایمان به غیب دارن. و جن هم از جمله غیبیات است که ما جن نمیبینیم لیکن چون ایمان به غیب داریم، مؤمن ایمان داره، الله را ندیدیم ایمان داریم، ملائکه را ندیدیم ایمان داریم. بسیار چیزا از چشمای ما شما پنهان است، اما به وجود از او ما باور و عقیده داریم. به وجود جن هم اگر کسی معتقد نباشه که جن وجود نداره مسلمان بوده نمیتونه. چرا سوره در قرآن کریم است به نام سوره جن، و در این سوره دیگه ذکر شده ذکر جن و جای دیگه هم بله و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله متعال میفرماید که ما جن و انس خلق نکردیم مگر اینکه عبادت ما را بکنه. پس واضح هست که جن وجود داره و کسی اگر انکار میکنه غیر مسلمان است، مؤمن نیست، و احادیث زیادی هم به این دلالت میکنه. خب من فکر میکنم چیزی که در قرآن ثابت باشه دیگه ضرور هم نیست که ثبوت شما از احادیث بگیم، و ده احادیث زیاد آمده در باره جن که خلاصه مؤمن باید معتقد باشه که یک موجود دیگه هم که مکلف است مثل انسان ها و چی است؟ جن است. بله استاد، جنیات بیشتر در کجا زندگی میکنن؟ آیا در جایی که ما هم هستیم یه جای مشخص دارن یا در هر جای میتونن باشن؟ و چطور ما میتونیم اینا رو ببینیم؟ آیا در چهره انسان ها میباشه یا حیوانات میباشه؟ بله اول خب وقتی که الله متعال انسان ها را میخواد در زمین که اولین انسان روی زمین آدم است، آدم علیه السلام خلق کنه، در اینجا ملائکه با ملائکه الله اصلا نمیخواد مشوره کنه، ولیکن تعلیم بر بنده هایش که هر وقت شما یک کار میکردین باید مشوره بکنین. یعنی الله نیاز نداره به کسی مشوره کنه. خب ملائکه را میگه که این نجایلون فی الارض خلیفه، ما در زمین یک خلیفه را
پیدا میکنم. ملائکه میگن قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. آیا در زمین کسی را خلق میکنی که فساد میکنه، خونها را میرزن انسانها؟ اینجا مفسرین نوشته میکنن در تفسیر آیت که ملائکه چطور است ای را فهمید پیش از اینکه انسان ها خلق شوه که انسان فساد میکنه و خون میرزونه، خون ریزی میکنه. حالا که هنوز خلق نشده، ملائکه علم غیب نمیفهمه، علم غیب بجز الله کسی نمیدانه. خو یک نظریست، نظریات مختلف گفته شده. یک نظر ای گفته شده که از لوح محفوظ نظر کردن و نظر، یک نظر گفته شده ای که ملائکه انسان ها را قیاس کردن به جن، چون قبل از پیدایش انسان ها جن در زمین بود، اونا طغیان کردن، سرکشی کردن، الله اونا را از زمین دور ساختش، تعداد زیادش رفت در صحراها و در بحرها، یعنی دور شدن، عذاب شدن، از بین برده شدن و تعدادش جایی از زمین دور شدن خلاصه. به می خاطر اصل سکان زمین انسان هاست، چون آدم خلیفه در زمین است. و سلیمان علیه السلام هم که از جن تعهد گرفت، میگه باید در جای انسان ها اینا نباشه، در جایی که انسان ها زندگی میکنن. و می خاطر جن در اصلش، اگر علما میگه جن بسیار زیاد است، مثلا ما در یک جایی که هستیم، شاید علما میگه الارض ملیئه بالسکان، زمین پر است از سکان، اونا غیر قانونی فکر کنین زندگی میکنن بعضی جایی که انسان هاست، در اصلش بله اونا در صحراهاست، در بحر میباشه، در سوراخ هاست، در جای خلوت، در تاریکی، چون در تاریکی هم باز اگر بحثای ما انشاءالله ادامه پیدا کنه که زیادتر در این موارد ما معلومات بتیم، در جن در تاریکی سرعتش به مراتب بیشتر است نسبت به روشنی، ما برعکس، ما وقتی که روشنی نباشه در تاریکی کار کردن نمیتونیم، اما جن سرعتش در تاریکی است. به می خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که اذا امسیتم فکوفوا صبیانکم، وقتی که شب میشه شما طفلایتون رو نگاه کنین، به خاطر وقت انتشار شیاطین است، تا که پاره از شب تیر میشه باز شما میتونین بکشین را دیگه. به این خاطر اینا در جای خلوت، جایی که خالی است از انسان ها زندگی میکنن، جایی که انسان ها زیاد عبور و مرور میکنن، اونجا جن، چون طبیعتاً جن از انسان میترسه، اذیت میشه، یعنی خودش ترس داره. الجن تخاف من الانس، مثل که ما برعکس میبینیم، اقتدار که نام جن میگیرن ترس دارن، میگه از جن میترسم، در حالی که برعکس جن خودش از انسان میترسه. خب اماکن از این دیگه، هر کدام از این روایات از دلایل ما داریم. یک حدیث هم میگم که ابلیس علیه لعنه در حدیث مسلم آمده که تخت خود بالای آب میمانه، بحر میمانه، باز گزارش میگیرن، این هر روزی کار میکنن که چی کار کردین شما، یعنی چقدر انسان ها رو گمراه کردین، گمراه، یعنی معلوم میشه اینا در آب میباشن، در صحراها میباشن، یا در سوراخ. مثلا در روایت میگه که لا یبولن احدکم فی الجحر، هیچ یک از شما در سوراخ پیشاب نکنه. پرسان میشه، یکی از راویان حدیث به نام حضرت قتاده از او پرسان میشه که وما یکره، یعنی دلیل کراهیت امی پیشاب کردن در سوراخ چیست؟ اونا میگن که میفرمند که این لها مساکن الجن، این مساکن جن است، و جن به سبب آب جوش، آب داغ، یک چیز ثقیل که انداخته میشه، اگر کسی بسم الله نگویه، مثل که در ابتدای برنامه ما بسم الله گفتیم، یعنی بسم الله خودش حجاب بین انسان و جن دیگه. وقتی که سنگ انداخته میشه است، چیز ثقیل میباشه، آب جوش میباشه، جنیات اذیت میشه، به این خاطر من اشاره در حدیث شما در سوراخ پیشاب نگه. پس جاهای مختلف میباشه. و جز دوم سوالتان، بله جز دوم سوال می بود که امی که در کجا زندگی میکنن، خب استاد دلیلش چی است؟ کدام مردم بیشتر جنیات میگیرن و چرا بله. بعض از مردم زودتر جن میگیره؟ بله یک چیز دیگر هم که فکر میکنم اشاره کردین، یعنی بعد چهرهش گفتین، فکر بله. میکنم که ما جن اصلا به چهره حقیقیش دیده نمیتونیم، یعنی به چهره اصلی دیده نمیتونیم، به خاطر از اینکه
پیشتر آیت هم خواندیم که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، به چهره اصلی نه اما تشکل کرده میتونه جن به اشکال مختلف، به شکل مثلا چی می به شکل مار زیادتر، در کل به شکل حیوانات، حتی به شکل انسان، ولیکن به شکل اصلیش به خاطر ما دیدن هم میتونیم که امام شافعی رحمه الله میگه که من ادعا انه یرا الجن ابطلنا شهادته، کسی که ادعا کنه که جن دیده ما شهادتش باطل میکنیم، کسی دیده نمیتونه الا یکون نبی، مگر اینکه پیامبر باشه و جز از انبیاء علیه یعنی هیچ امکان نداره که ما که کس به چهره اصلیش ببینه، بلکه که خلق شده، اما تشکل میکنه. تشکلش روایت داریم از جمله حضرت ابو هریره رضی الله عنه، اونها روایت میکنن که میگن مرا رسول الله صلی الله علیه وسلم به حفظ زکات رمضان توظیف کرد، خرما بود و ما یک شب رفتم دیدم که یک شخص میخوای خرما رو دزدی کنه، من اینو محکم گرفتم که من تو را نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم میبرم، بازی عذر کرد. باز دیگه شب صبح که رفتم من پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم، اونا فرمودن که ما فعل اسیر کالبارحه، اسیر دیشب چی کار کرد؟ باز جریان قصه کردم که به من عذر کرد، باز رهایش کرد. شب دوم باز میآید، بازی را دستگیر میکنه، باز عذر میکنه که من فقیر هستم، مسکین هستم، مرا رها کن. شب سوم که میآید میگه دیگه حالا رهایت نمیکنم. این سه بار شد میگه خودت و دفعه سوم شد. بله، باز میگه خیبا من برای تو یک چیز یاد میتم، وقتی که در بستر خواب رفتی و ایره بخوانی باز تا از صبح از طرف الله برای تو حافظ است، او چی از آیت الکرسی. و همین قسم هر صبح که میره نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونا پرسان میکنن که ما فعل اسیرک البارح، همین شب سیوم هم که دیگه تیر میشه صبح پرسان میکنن که چی کار کرد اسیرت، جریان قصه میکنه. باز که به ما گفت که وقتی ما در بستر خواب میرم آیت الکرسی را بخونم تا صبح از طرف الله به ما حافظ است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که صدقک و هو کذوب، راست گفت به تو حالان که دروغگوی است. دیگه مفهوم این حدیث است که یعنی باز در آخر جز حدیث میگه که ای ابو هریره تو میدونستی کمی سه شب مخاطب تو کی بود؟ باز برش میگه که شیطان بود، آمده بود در چهره انسان. بله بله، تشکل کرده. این از این حدیث معلوم میشه و حدیث دیگه هم از خلاصه جن میتونه به اشکال مختلف. استاد بعض از عقاید است، بعض حکایت میکنن که بعض یک دختر خانم بود گفت که من دیدم که مادرم در دهلیز نماز میخونه، و زمانی که من در داخل اتاق آمدم میبینم مادرم اونجا است، یا هم من منزل بالا بودم صدا شنیدم که مادرم مرا صدا داره، تا که پایین میامدم مادرم میبینم که مادرم مرا کش کرد گفت که بیا ما هم میسد دارشونیدم ولی خودم نبودم. یعنی هدف اینا از این کارا چی است؟ چرا خدا به این چهره ها ظاهر میکنن؟ چرا میخواین که به مردم مشکل ایجاد کنن؟ بله، بدون شک چیزایی که گفته شد اگر حقیقت گفته باشن حقیقت هم داره، امکان داره، یعنی امکان داره، چون قبلا گفتیم جن تشکل کرده میتونه. به این خاطر ابن مسعود رضی الله عنه میگه که شما یک سخن که میشنوین تا که مطمئن نشدین او را به مردم حکایت نکنین. چرا؟ به خاطر که ابلیس میاد در جمع مردم به چهره یک شخص، شیطان میاد و یک گپ میگه، یک آوازه را شایعه را پخش میکنه، باز نفر میره میگه من یک چیزی را از یک شخص شنیدم، نامش نمیفهم خود چهره ش میشناسم، و میگه او چی است؟ همون شایعه از طرف شیطان است پخش میشه. و یا چرا این کارا میکنن؟ سوال شما این بود که چرا جن تشکل میکنه به اشکال مختلف. اول خب نیت اذیت و آزار هم میباشه، اینا غیر قانونی، ما بر شما گفتم اصلا اینا بله. در جایی که انسان ها زندگی میکنه نباید باشن، اما میان ظلمن، چون جن هم مسلمان دارن هم غیر مسلمان دارن و جنسیت هم دارن. استاد میتونه بله، هم ذکور است هم اناث، همین قسم که مرد و زن داره مسلمان و کافر هم داره. مسلمانش پابند است، پابند احکام دین، تعدادش شاید که مسلمان است اما فاسق است، بازم خلاف دین عمل میکنه، اما کفارش که با متعهد خود مطلق چی نیستن. بله، به می خاطر جن میتونه در جاهای مختلف وره، امکانات برشان هست.
ولیکن جن قوی و ضعیف داره. به این خاطر اینها تعدادش که ما فکر میکنم در برنامه شاید ما شما زیاد وقت هم نداشته باشیم، چون سوالتان هم گفتین که جن آیا اذیت میکنه نمیکنه، باز جن قوی و ضعیف داره. ضعیفش آنقدر شاید ضعیف کوچک باشه که در زیر پای اگه انسان شه بمیره، اذیت شه. این خاطر باید بسم الله بگیم. وقایع رو باز ما صحبت میکنم انشاءالله در برنامه آینده که چگونه میتونیم از شر جنیات در امان باشیم. بحث بر برنامه بعدی باشه. خب استاد، به عنوان جنبندی آخرین سوال در مورد خوراک جنیات بگوین، آیا اینا خوراک دارن و چی کارهایی را باید انجام بدیم که دفعتن ما از جنیات نجات پیدا کنیم؟ بسیار کوتاه. بله، جن هم مثل ما شما میخورن مینوشن به خاطر ادامه حیات، چون نفس دارن دیگه، کل نفس ذائقه الموت، هم قسم که مرگ دارن، اینا به خاطر ادامه حیاتشان میخورن مینوشن دیگه. به می خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن شما به دست راست بخورین و بنوشین، به دست چپ نه بخورین و نه بنوشین. چرا؟ این مشابهت به شیطان داره. شیطان به دست چپ مینوشه و میخوره. یا در حدیث از وقتی که انسان در خانه داخل میشه، وقتی که داخل میشه بسم الله میگه، شیطان میگه که لا مبیت لکم، جای شوباش نیست. وقتی که نان آورده میشه بسم الله میگه، میگه طعام هم براتون نیست. و اگر کسی بسم الله نگویه نان بخوره شریک میشه، شریک میشه. به این خاطر ما قبل از غذا چی میگیم؟ بسم الله و علی برکت الله. این از این روایت معلوم میشه که چی هست. جن هم میخوره هم مینوشه، و حتی در روایت دیگه آمده که شما استخوانه باید ناپاک نسازین به خاطر از اینکه زاد اخوانتان است، یعنی خوراک جنیات است. بازور هم علما بحث داره که چه قسم است، یا مثلا سرگین گفته شده که هم خوراک دوابشان است یا چیزایی که سواری میکنن هست دیگه. به هر صورت از روایات همه معلوم میشه که جن هم میخوره و هم مینوشه. بله بله، بسیار تشکر استاد از اینکه تشریف آوردن و به خاطر از اینکه بحث بسیار طولانی است، و انشالله که در برنامه های آینده با شما می باشیم و در مورد از اینکه چگونه خود ازش وقایع بکنیم شما بر ما معلومات خواهد دادن. بسیار تشکر از اینکه تشریف آوردن. سلامت باشین. قدرمون لیدونکو، ډیر مهمه موضوع چه استاد مونږ ته معلومات راکا، او انشالله چې په آینده خبرونه که به هم دغه موضوع دوام له استاد سره لرو.